Good morning, everyone. I want to start by thanking Secretaries Mnuchin and Esper. حضور شش مقام آمریکایی در نشست علیه ایران اقدام بی سابقه. واشنگتن با این سفارایی در تلاش است تا به جهان نشان دهد چقدر سیاست فشار حداکثری علیه ایران برای دولت ترامپ مهم است. این مقام های آمریکایی در این نشست تحریم های تازه را برای وزارت دفاع ایران و نهادهای مرتبط با برنامه های تسلیحاتی و هسته‌ای اعلام کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل که به‌زودی مهلتش به اتمام می‌رسد دوباره برقرار شده‌اند. رئیس جمهوری ونزوئلا هم شامل فهرست تحریمی آمریکاست به اتهام نقض تحریم‌های تسلیحاتی ایران. Today the Treasury Department is designating entities that support Iran's nuclear and ballistic missile programs. امروز وزارت مالیه آمریکا نهادهایی که از برنامه موشکی و هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند و همچنین مقامات ارشدی که توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تحت نظر آنها انجام می‌شود را تحریم می‌کند. اعضای شورای امنیت از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان که متحدان اروپایی آمریکایی‌اند، این اقدامات دولت ترامپ را غیر قانونی خواندند. با گفتن آنان آمریکا با خروج از برجام حق استفاده از مکانیزم آن برای برگشت تحریم‌های سازمان ملل را ندارد. روسیه هم تحریم‌های جدید آمریکا را نامشروع خواند. There is no such thing as an arms embargo against Iran. هیچ گونه محدودیت تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت وجود ندارد. واشنگتن از توافق هسته‌ای خارج شده و درک نمی کند که حالا دیگر نمی تواند تحریم های شورای امنیت علیه ایران را از سر بگیرد. این مسئله برای همه واضح است بجز آمریکا. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل اما مدعی شد برای بازگرداندن تحریم ها علیه تهران نیاز به اجماع در شورای امنیت نیست. وزیر خارجه این کشور هم هشدار داد کس حق ندارد خلاف میل این کشور عمل کند. اقدامات امروز ما هشداری است که در سراسر جهان باید شنیده شود. صرف نظر از اینکه کسی هستی، اگر تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران را نقض کنی، تحریم خواهی شد. گذشته از دعوای آمریکا و کشورهای عضو شورای امنیت، ایران تحریم‌های جدید را نمایشی خواند. وزیر خارجه این کشور تأکید کرد دولت ترامپ هر آنچه در توان داشت علیه اقتصاد ایران به کار بسته و اقدامات کنونی هیچ اثر ندارند. فکر نمی‌کنم که چیزی جدیدی باشد و تأثیر بیشتری بر ایران داشته باشد. آمریکا هر فشاری را که می توانسته بر ایران وارد کرده است. آنها امیدوار بودند که این تحریم ها مردم ایمان را به زانو درآورد، اما این اتفاق نیفتاد. آقای ظریف مذاکرات درباره توافق جدید با دولت آینده آمریکا را هم رد کرد و گفت درباره آن چیزی که مذاکره شده قرار نیست دوباره مذاکره شود.